به نام الله ذوالجلال و الاکرام و عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در دوشنبه شب دیگر با برنامه پالایش در خدمت شما عزیزان محترم هستیم و الله متعال و شکر سپاس میگیم که این توفیق حاصل شد تا در دوشنبه شب دیگر بتونیم در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم و هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنید اوقات و لحظات خوب و خوشی را برای همتون آرزومندیم. از الله متعال میخواهیم که ما و شما را به هر اونچه که خیر و صلاح دنیا و آخرتمون در اونه توفیق بده. اما عزیزان بیننده، در واقع آموزه هایی که الله متعال برای ما فرو فرستاده در واقع توسط انبیاء خودش و دینی که ما پیرو آن هستیم، آیا دین ما دین غم و غصه و عزاداری و ماتم گرفتن و حزن و اندوه هست؟ آیا در حقیقت ما در آموزه هایمون سراغ داریم که دین ما را به حزن و اندوه و غم و ماتم طولانی مدت در حقیقت فرا بخونه، یا اینکه اگر مصیبتی بر این امت اومده، مصیبتی برای ما اومده، بزرگواری از دنیا رفته، حالا گرچه پیامبر باشد، کسی که بالاتر از پیامبران وجود نداره در حقیقت، پیامبران بالاترین مقام و منزلت رو بعد از الله متعال در حقیقت دارند، آیا از دنیا رفتن پیامبری، فوت پیامبری، خیلی از پیامبرها بودن که در واقع به قتل رسیدن، کشته شدن. انبیاء بنی اسرائیل معروفند که خیلی از آنها کشته شدن توسط اقوام خودشان، اما آیا به اقوام آنها دستور داده شد در حقیقت که برای آنها عزاداری بگیرن، ماتم بگیرن، ایامی رو اختصاص بدن برای عزاداری کردن برای آنها؟ و آیا برای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی، که الله متعال ایشون رو به عنوان آخرین پیامبر الهی مبعوث نمود و دین اسلام در واقع دین خاتم هست که همه باید به اون ایمان بیارن و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هر که غیر از اسلام دینی رو انتخاب کنه از او پذیرفته نمیشه، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که پیامبر خاتم هست در واقع و آخرین پیامبر هست و از دنیا رفتن ایشون و فوت کردن ایشون و وفات ایشون در حقیقت ضایعه بسیار بزرگی برای امت اسلامی هست، یعنی ضایعه بزرگتر از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما وجود نداره، تا جایی که صحابه، بزرگان صحابه، اصحاب درجه یک در حقیقت چنان شوکه شدن با وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم که نمیتونستن خبر وفات ایشون صلی الله علیه و سلم رو باور کنن، براشون خیلی سخت بود. حتی بزرگان صحابه ایزان بیننده به مانند ابوبکر و عمر و به مانند عمر و عثمان و علی و بقیه صحابه بزرگوار در حقیقت بازوی غم گرفته بودن و خیلی براشون ضایعه سنگینی بود، اصلا باورشون نمیشد که آیا ممکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان اونها بره، پیامبری که فرستاده الهی که پروانه‌وار دورش میچرخیدن، که در حقیقت معلم اونها بود، در دانشگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت یافته بودن، زیر دستان رسول الله تربیت شدن، هم رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن در جنگ و در صلح و در خوشی و در ناخوشی و در همه احوال، در حقیقت
هم رکاب رسول الله و همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، یاران رسول الله، اونهایی که الله متعال در کتاب خودش از اونها اعلام رضایت کرد. از دنیا رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم ضایعه بزرگی برای اونها بود، خیلی غمگین و ناراحت شدن، تا جایی که اصلا در حقیقت ازان بیننده باورشون نمیشد. حتی بزرگان صحابه به مانند در حقیقت عمر فاروق، عثمان ذنورین، علی مرتضی، کسی جرأت اینو نداشت که در مورد وفات رسول الله با اونها صحبت کنه اصلا، و خیلی دیگه از صحابه. اما صدیق اکبر، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ایشون که در حقیقت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرد اول این امت هست بعد از رسول الله، صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه اومد و اونها رو به اصل برگردوند، اونها رو به حقیقت برشون گردوند. اما گونه که الله متعال در کتابش میفرماید که انک میتون و انهم میتون، ای رسول الله تو از دنیا خواهی رفت و بقیه انسان هم از دنیا خواهند رفت. این دنیا دنیای ماندگار نیست، یعنی زندگی انسان برای همیشه نیست، قرار نیست که انسان بیاد و بخواد برای همیشه تو این دنیا بمونه. بالاخره یک روزی باید بار سفر را بست و از این دنیا خداحافظی کرد و رفت. و انبیاء الهی هم از این قاعده استثناء نیستن، یعنی انبیاء هم وفات پیدا می کنن، انبیاء هم از این دنیا میرن. و در واقع صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه این حقیقت و واقعیت را زن بیننده به یاد اونها آورد. و این مقوله و گفته تاریخی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که اونهایی که در حقیقت احساسات و عواطف بر اونها غلبه کرده بود و اصل و فراموش کرده بودند که این دین در حقیقت با اشخاص زنده نیست، پایدار بودن این دین بسته به اشخاص نیست، بلکه در حقیقت کتاب الهی و سنت نبوی در میان اونها وجود داره و پیامبران نیومدن که مردم رو به سمت خودشون دعوت بدن یا اینکه خودشون را العیاذ بالله یک اله دیگه قرار بدن، یک معبود دیگه قرار بدن، بلکه پیامبران اومدن که ما را به سوی الله فرا بخونن، ما رو به سوی بندگی الله فرا بخونن. و اینجاست که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. هر که محمد رو میپرستید محمد از دنیا رفت، محمد صلی الله علیه وسلم که نیومده بود ما رو به سمت پرستش خودش دعوت بده که ما محمد پرست بشیم علیاذ بالله. هیچ کس پیامبران الهی نیومدن و این ندا را ندادن، بلکه همه مردم رو فرا خوندن به عبودیت الله، به بندگی الله متعال، به شناخت الله و به پیروی از دین و آیین الهی. و در حقیقت این مقوله ابوبکر رضی الله تعالی عنه، کسی که محمد رو میپرستی محمد از دنیا رفت، آیا اگه محمد از دنیا رفت دیگه همه چیز تمومه؟ دیگه شما باید بازوی غم بگیرید و غمگین بشید و ناراحت بشید و چندین ماه یا چندین روز صحابه به ماتم بشینند و بر سر و سینه بزنند و عزاداری بکنن که ای محمد تو چرا از میان ما رفتی و چرا چنین شد و چرا چنین نشد و ای کاش از میان ما نمی رفتی؟ و در حقیقت این اعمال جاهلیت، چرا که مؤمن ایزان بیننده از ویژگی های مؤمن و از ارکان ایمان اینه که انسان مؤمن به قضا و قدر الهی در حقیقت ایمان داره. مصیبت هر چند هم بزرگ باشه دلیل نمیشه که انسان کنترل خودش رو از دست بده، دلیل نمیشه که به بهانه محبت و به بهانه دوستی از دایره شریعت و از دایره دین بره خارج، چیزای مندرآوردی وجود بیاره به نام محبت. آیا صحابه کرام محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نداشتن؟ اهل بیت کرام علی رضی الله تعالی عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست نداشت که براش عزاداری نگرفت، براش عزا نگرفت؟ و آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای سالگرد گرفته شد که هر سالی که میاد و در اون سال در واقع و تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات پیدا کردن همه بیاند و
عزاداری بگیرند و بر سر و سینه بزنند و نوحه بخونند و افسانه سرایی ها کنند و قصه سرایی و بیان لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه زندگی رسول الله اواخر وفاتش رو بنویسند و بخونند برای مردم تا مردم گریه بکنند، تا مردم اشک بریزند که و گریه کنند و ماتم بگیرند و بر سر و سینه بزنند و زنجیر بزنند و یه اعمال جاهلیت، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته. که این در واقع چرا که عزیزان بیننده، دین ما دین ماتم گرفتن نیست. ما در واقع به قضا و قدر الهی ایمان داریم. هر مصیبتی که میاد، هر در واقع هر اتفاقی که میفته، الله متعال مقدر کرده اونو. و در حقیقت به سر و سینه زدن نوعی و ما نوح خانی کردن که در حقیقت در احادیث نبوی ما از اون من شده ایم. و من روایت هایی رو میخونم از خود اهل بیت و در منابعی که آخوندها به اونها استدلال میکنن که اهل بیت کرام ما رو از نوح خونی و از عزاداری و از سر و سینه زدن و این اعمال جاهلی منعمون کردن. چرا؟ چون که اعتراض به قضا و قدر الهی است. چرا که اهل ایمان ایزان بیننده، خداوند در کتاب خودش مثلا همه چیز رو برای ما واضح کرده، راه رو برای ما روشن کرده و اینو میخواد که ما چشمای خودمون رو باز کنیم، دیده ها رو باز کنیم و واقعیت و حقیقت و حق رو ببینیم. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. کسانی که اگه مصیبتی به اونها بیاد و در حقیقت بلا و مصیبتی بر سر اونها بیاد، میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از سوی اللهیم و به سوی الله برمیگردیم. اگر رسول الله از دنیا رفته، ما هم از دنیا خواهیم رفت. اگه بزرگواران دیگر از دنیا رفتن، ما هم خواهیم رفت. نیومدیم که اینجا بمونیم برای همیشه. آخه گریه کنیم به سر و سینه بزنیم که خدا فلانی رو برش گردونه؟ اصلا این منطقی هست؟ این عقلانی هست؟ و میریم از زن بیننده، یک میانبر ما آماده هست، اینو میبینیم و خدمتون برمیگردیم. ببینید یه وقتی شیعه میگفت بنده حقم و اهل سنت باطل مطلقم و نماز بخونم روزه بگیرم آخرش جهنم میام چون ولایت ندارم. خیلی راست خونی گفتم دیگه. حالا شم میگم ما در ایران توی ستاد انقلاب فرهنگی که بودی مشکل داشتیم سر اینکه برای اهل سنت توی جامعه خودمون چی کار باید بکنیم، چی باید بنویسیم. مسائل عجیبی مطرح بود. علمای ما مثل اینکه دربان جهنم هم میگفتم بله اهل سنت حد اکثر جهنم ندارن، الان شما بکنید بهش میره اون دیگه نه. برای خودشون این شأنها رو، یه عده‌ای که واقعا معتقد بودن اونا جهنمی هن، این اعتقادات وجود داشت دیگه، وجود داشت که کتاب های بزرگترین علمای ما نوشته شد. شما نگاه نکنید ما اینجا الان آزادانه تو این زمینه ها سخن میگیم، تو مساجد ایران حرفا رو نمیشه زد، در مقابل علمای ما این حرفا رو نمیشه زد. بنده صریحا از منبر آقای رو شنیدم، نمیدونم این روایت پوسیده را کجا گیر آورد و اصلا کی تونسته بود این رو فرمود. گفت امام رضا وقتی میرفت سجده به طوری که کسی نشنود عمر رو لعن میکرد. آخه مرد مؤمن امام رضا اولا کی اینو گفت و کجا بوده اونجا؟ اون که نشنفته پس چی رو میگه؟ با این روایت ها دل مؤمنین رو به خیال خودشون شاد میکردن و یه درس نفرت و کینه هم به اونا یه دین عوضی یادشون میدادن. من اصلا از درس و کینه و نفرت عبور، این دین عوضیست، این دینداری عوضیست، باطل است، انحرافیست که شما غیر خودت رو همه رو مغضوب خداوند حساب بکنی. این چه جور درکی از خداوند است؟ این چه جور درکی از رحمت خداوند است؟ فرق دارد این که ما از واقعی عاشورا درس عشق بگیریم، درس فرافقهی، اعمال فرافقهی بگیریم، درس ایستادگی و مروت و شجاعت بگیریم. این یه درس است.
یا اینکه درس انتقام بگیریم، درس نفرت بگیریم، درس این رو بگیریم که خودمون در حق خودمون رو راسخ بدانیم و دیگران رو 100% باطل بدانیم، درس این رو بگیریم که ما فرقه برگزیده خداوندیم و دیگران همه از چشم خداوند افتاده اند. این هم یه جور درس گرفتنه. این دوتا درس با هم خیلی فرق دارن. یا درس های انحرافی خرافی بگیریم که با خوندن یه زیارتی گناه های ماغل رو به مردم زور گفته باشیم، باج گرفته باشیم، همطور راحت آمرزیده می شود. اینا جز به همون خطهای باطلیست که خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. در واقع گذشته را زنده کردن ایزان بیننده و اینکه اگر حالا یک نفر قضا و قدر الهی شامل حال او شد، از دنیا رفت، از بزرگواران دین بود در حقیقت که حسین رضی الله تعالی عنه نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم است و در حقیقت در نتیجه خیانت کوفیان و غدر کوفیان و دعوت حسین به کوفه و شهید کردن حسین رضی الله تعالی عنه که در واقع مصیبت بزرگی هست برای امت اسلامی. اما همون گونه که ما در برنامه همون گفتیم ایزان بیننده، در حقیقت اونهایی که دستشون آلوده شد به خون حسین رضی الله تعالی عنه و اونهایی که غدر و خیانت کردن به حسین و اونهایی که پشت حسین رو خالی کردن، در حقیقت همون گونه که حسین رضی الله تعالی عنه خودش میفرماید که دعوتمونی فخذلتمونی، منو دعوت کردید، منو فرا خوندید، اما پشت منو خالی کردید، اما در حقیقت منو فریب دادید. اگر حرفی از انتقام جویی باشد در حقیقت که امت اسلامی سزاوارتر است به این که حالا ندای انتقام جویی را بزند. اصلا آیا این که انسان پرونده های گذشته را زنده بکنه و بیاد، اگر یک بزرگواری، حالا مگر زایعه علی رضی الله تعالی عنه، از دست رفتن علی که در واقع مقام و منزلت ایشون از حسین خیلی بالاتر هست و علی رضی الله تعالی عنه هم مظلومانه از دنیا رفتن و علی رضی الله تعالی عنه هم توسط همون در واقع ابن ملجم مرادی که شیعه علی رضی الله تعالی عنه بود و خودش رو جزو شیعیان علی میدونست به شهادت رسید و مظلومانه در حقیقت شهید شدیشون. قبل از اون عثمان رضی الله تعالی عنه که توسط سبعی ها و حاقدان و فتنگران که بر او شوریدن رضی الله تعالی عنه و خون عثمان رضی الله تعالی عنه بر مصحف جاری شد، بر قرآن جاری شد، آیا زایه کمی هست؟ آیا از در واقع از دنیا رفتن حمزه رضی الله تعالی عنه زایه کمی هست؟ آیا عاقلانه هست که ما در حقیقت این حالا مصیبت هایی که برای امت پیش اومده و گذشته و تاریخ اون سپری شده هزار و خورده ای اند سال پیش در حقیقت و اونهایی که در حقیقت دستشون به خون حسین مستقیما آلوده شد و شمشیر کشیدن به روی حسین، همشون تقاص پس دادن، در همین دنیا تقاص پس دادن، آیا عقل در واقع اینو ایجاب میکنه؟ آیا این عاقلانه هست که بعد از گذشت این همه سال و این همه قرن آمد و ندای انتقام جویی رو سر داد یا دادگاه تشکیل داد الان برای اینکه ما بیاییم و قاتلان عثمان رو شناسایی کنیم که کیها بودن؟ خب اینها فلانی ها بودن، پس هرچه الان از نوه و نتیجه اونها و نسلی که از اونها بر جا مونده ما باید اونها رو از میان برداریم، چرا که اجداد اونها در حالا ریختن خون عثمان رضی الله تعالی عنه دست داشتن، اونهایی که عمر رضی الله تعالی عنه رو شهید کردن. ما بیاییم و اجداد اونها را شناسایی کنیم که اونها کیا بودن که این جنایت رو انجام دادن، پس هرچه نوه و نتیجه دارند و هرچه که الان هست، ما شعار یا لثارات عمر یا لثارات عثمان یا لثارات علی رضی الله تعالی عنه یا لثارات حمزه یا
این شعارها رو در واقع سر بدیم و زنده کنیم که در حقیقت امر شعار کینه‌توزان و حاقدانی هست که با کاشتن تخم کینه در امت و به وجود آوردن این کینه ها و دشمنی ها در حقیقت سعی در این دارن که امت را به جان هم بندازن. و در واقع اون مظلومیتی که غلات شیعه و حالا روافض و صفوی ها اونو درست کردن که نمیدونم یک مظلومیت تاریخی و یک حقد و کینه و عداوت تاریخی که نمیدونم ما مظلوم بودیم و اهل بیت مظلوم بودن، دقیقا ایزان بیننده این دقیقا همون شعار مظلومیت و ادعای مظلومیتی که یهود میکنن در حقیقت. در طول تاریخ اگه پرونده یهود را ما بررسی کنیم یا صهیونیسم جهانی را، شعار مظلومیتی که سر می دادند، اما اگر پرونده اونها را و تاریخشون را بررسی کنیم پر از جنایت و فساد هست تاریخ اونها در حقیقت. شعار مظلومیت سر می دن اما جنایت می کنن، اما فساد به پا می کنن در حقیقت. و این واقعیتی که الله متعال در کتاب خودش اونو برای ما بیان کرده و بیان فرموده که چون بر اثر همون عقیده فرقه گرایانه و انتقام جویانه ای که در واقع دارن و معتقدن که همه انسانها اومدن که خدمت اونها را بکنن، یا اینکه اونها امت برگزیده خداوند هستن و همه بشریت باید فدا بشه برای اینکه حکومت اونها تشکیل بشه که اونها بر بشریت تسلط پیدا کنن، برای اینه که همیشه سعی کردن که فساد را به پا بکنن در حقیقت. همیشه سعیشون بر ایجاد فساد و ایجاد تباهی بوده، حتی برای از بین بردن ادیان، حتی برای تحریف ادیان تلاش کردن. چرا که اونها معتقدن اگر ما ملت‌ها را غرق در فساد کردیم، اگر روحیه دینداری را در ملت‌ها و حق جویی را از بین بردیم، دیگه راحت ملت‌ها برده و بنده ما خواهند شد و ما به راحتی خواهیم تونست بر اونها تسلط پیدا کنیم، منابع و ثروت‌های اونها را چپاول کنیم برای خودمان. و در حقیقت ما اون فکر حالا توهمی که دارن که ما ملت برگزیده خداوند هستیم و ما به اون حالا مقصدی که دارن در واقع خودمونو برسونیم و برای اونها هدف وسیله را توجیه میکنه. مهم این نیست که از چه راهی به هدف رسید، وسیله مهم نیست، بلکه از هر وسیله خبیثی و هر جنایتی و هر فسادی در واقع استفاده میکنن برای اینکه به هدفشون برسن. و ما در طول تاریخ ایزان بیننده نگاه کنیم، اینهایی که ادعای مظلومیت میکنن در حقیقت که ما مورد سرکوب و مورد ظلم واقع شدیم، ولی در حقیقت امر اینه که پوششی هست این ادعای مظلومیت که ما میبینیم چه جرمها و جنایتها و فسادهایی که در پوشش این مظلومیت انجام ندادن در طول تاریخ بشه. حتی ایدئولوژی هایی که ایزان بیننده ما نگاه کنیم به وجود اومدن برای مبارزه با دین، برای مبارزه با اخلاق، برای مبارزه با ارزش‌ها، همه اونها می‌بینیم یهود پشتش بوده. مثلا ایدئولوژی مارکسیسم اگه نگاه بکنیم یا کمونیسم، مارکس، خود مارکس شخصیت یهودی است، یک یهودی است که در واقع میاد و تاریخ و تفسیر اقتصادی و مادیگرایانه می‌کنه و اینکه انسان فقط اومده برای اشباع حالا در واقع برای اینکه شکم خودش رو سیر کنه به تعبیری امروز، یعنی کل تاریخ بشری و کل هدف اومدن بشریت رو خلاصه کرده در شکم، در اقتصاد و ماده و مادیگرایی. و یهودی ها چگونه این افکارو، این افکاری که حتی فکر الحادی که در درون این فکر است ایزان بیننده، مارکسیسم یا کمونیسم در حقیقت یک فکر الحادی، یعنی الحاد هم همراه خودش داره، هر گونه قید و بندی را برداشتن، به دین الهی پشت پا زدن، به حق و حقیقت پشت پا زدن و زندگی را خلاصه کردن
در شکم در حقیقت. انگار انسان‌ها حیواناتی هستند که اومدن فقط غریزه حالا اون شهوت خوردن خودشون رو اشباع کنن. آنگونه که الله متعال در کتابش می‌فرماید یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. زمانی که الله متعال کفار رو به تصویر می‌کشه تو کتابش، می‌خورن، می‌نوشن به مانند چهار پایان. در حقیقت زندگیشون در این زندگی حیوانی خلاصه میشه. یا ایزان بیننده، اگه فروید رو نگاه کنیم، زیگموند فروید دیگر شخصیت یهودی است که در حقیقت اومد زندگی انسانو یا مقصد انسانو خلاصه کرد در جنس. گفت که انسان اومده برای ارضای شهوت خودش در واقع و همون جنس و شهوت، و کل هدف بشری رو در این خلاصه کرد. خود زیگموند فروید هم یک یهودی هست و طرح همه این افکار در واقع برای به فساد کشوندن بشره، چون اونها معتقدن صهیونیسم جهانی، ما برای تسلط بر بشریت باید اونها را به فساد بکشیم، باید هر گونه ارزشی و هر گونه دینی و هر گونه اعتقادی که در میان اونها به وجود داره رو از بین ببریم، یا اینکه اعتقادات صحیح رو تبدیل کنیم به اعتقادات انحرافی که در حقیقت دین انحرافی و دین حالا راه کج و خرافات و بدعتها به نام دین، یعنی اسم دین بر اون باشه، اما این دین هیچ تأثیری در زندگی انسانها نداره دیگه، نه تأثیری در جامعه خواهد داشت و نه تأثیری در زندگی فردی انسانها داره دیگه. میریم ازان بیننده این کلیپ رو ببینیم بعد دوباره برمیگردیم. این مصیبتی بود که با این دکان توبه باز کردن، توبه درست را، بازگشت به خداوند از راه درست را باش تجارت کردن، سوپرمارکت باش باز کردن، که آقا شما بی پیش کشیش اعتراف کن. بوده یک کشیش کیه؟ و اینجا در اسلام آخون؟ نه آقا، شما به خدا اصلا نمیرسی، شما گناهکاری. مگه خدا ما را خلق نکرده؟ نه باشه، تو رو خلق کرده، ولی یه وزیر وکیل داره، فلان داره، شعبده بازی امامت. شما باید از راه پاکان به سوی خدا برید. اون پاکان کی هست؟ اون پاکان که مرده هست. باشه، مرده هست، مرده ها زنده هست، مرده ها تو قبرشون میشنون. عجب بابا، تو زنده بودن پشت خانهشون نمیشنیدن. مرده هایی که شما زندهشون کردید، اینا وقتی زنده بودن پشت خانهشون رو نمیشنیدن، الان از زیر زمین میشنن. بگید بیشعورها، ببخش اینا بیشعورها، اگه اینا زیر قبر زنده هن، اگه پدرتون زیر قبر زنده باشه، زنده به گور باشه، نجاتش نمیدید؟ خب بریم نجات شو میدید. عجیبه ها. نه یه جور دیگه زنده هن، زنده هن ولی یه جور دیگه زنده هن. باش، ولی اینا همش مهم نیست، اینا همش شعبده بازی شونه، ولی مهم چیه؟ شما اونا رو واسطه قرار دید، اونا که نیستن و ما رو واسطه قرار دید. دکوندار اونا ما هستیم. 60-70 سال طول کشید تا هر امامی که میمرد بزور امامش میکردن که اونجا خودش امام تراشان، بعد هی براش نائب میتراشیدن، هی مذهب پاسر میشدن، باندوازیه دیگه، هی باندا بجان هم میفتن، درندگان بجان هم میفتادن. بالاخره 70-80 سال طول کشید دیدن ها الان دیگه کسی زمینه آماده شده، بعدش امام زمان درست کردن، هی نائب تراشیدن، نائب که تراشیدن، هی نائب نائب نائب، تا آخرش مرجعیت تراشیدن، مرجعیت میجن انگلیس، البته به قول عباس خویی. شما کلمه مرجع را در فرهنگ امامیه تشیع قبل از قرن بیستم نمیبینید، در تمام کتبشون مراجعه کن، کلمه مرجعیت رو نمیبینید. اینا چیه؟ اینا باندبازی نیست چیه؟ اینا فراماسونی نیست چیه؟ اینا ویرانگری نیست چیه؟ اون چی از بدبختی و فلاکت و نکبت را که ما شاهدش هستیم ریشه در این اندیشه ها داره. پس بازی کردن با توبه. اما خداوند چی میفرماید؟ به موسی چی گفت؟ به موسی و هارون، شما که توبه کنید به من بازگردن. نگفت موسی رو واسطه قرار بدید آقا، موسی به اونا میگه توبه کنید،
به سوی خدا بازگردید. خداوند به ما و شما همه توبه نصیب فرماید که توبه نصوح باشه، چه از گناهان عادی و چه از گناهان بدتر از عادی که مردم فکر میکنند که اینا گناه نیست و عبادته. شرک هایی که امروز خبر پرستی ها، شرک ها، توسل بازی ها، شفاعت بازی ها، پرچم پرستی ها، قبر پرستی ها، زینب پرستی ها، حسین پرستی ها، علی پرستی ها، انسان پرستی هایی که امام رضا پرستی هایی که استخون پرستی هایی که علی پرستی هایی که امروز مردم اونها رو عبادت می دونن، همچنان که دیروز مشرکان مکه ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان قبل از اسلام و عبدالمطلب و ابو طالب و بقیه مشرکان مکه اونها را عبادت می دونستن. به وسیله اونها به خدا نزدیک می شدن. خداوند ملت ما را، ملت ما در ایران را و ملت های مسلمانان را از چنین شرک های بزرگ، از چنین ظلم های بزرگ به قول قرآن، از چنین غیر خدا پرستی های را، از چنین توسل بازی های که مردم اینها را درست کرده اند، کلاشان سیاست اینها را درست کرده اند و شعبده بازان امامت اینها را درست کرده اند نجات بدهد و ما و شما را به سوی خدا راهنمون گردد تا خدای خود را، تا پروردگار عالم را، تا تنها معبود راستین جهان را با توبه خود خوشحال کنید. دست از این شرک ها بردارید. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد. از منات و لات و عزا و هبل، هر یکی دارد بتی اندر بغل. امروز منات و لات و عزا و هبل شده قبرها، شده قبر امام رضا، شده قبر امام علی، شده بین الحرمین، شده معصومه، شده چمکران، شده سردار، شده قبر عبدالقادر جیلانی، شده قبر بدوی، شده امام بارها و صدها و هزاران بت‌ها و امامزاده هایی که به وسیله استعمار قدیم و جدید و نوکران قدیم و جدیدشان در لفافه امامت و وصایت ساخته شده و تواشیده شده و فرهنگ تشیع نام گرفته. در حقیقت ادعای مظلومیت زن بیننده که یهود هم در واقع پرچمدار اون است و ادعای اون را میکنه و ما میبینیم که در لفافه اون یا در پشت اون چه جنایت ها و فسادی که در حقیقت در تاریخ بشری و بر علیه بشریت، بر علیه ادیان، در تحریف ادیان، در وارد کردن اندیشه ها و افکار وارداتی به نام دین و آن را منتشر کردن که در واقع دست نداشتن و در حقیقت ما میبینیم که غلات حالا شیعه و روافض و صفوی ها و آخوندها هم همین منش دقیقا و همین سلوک و همین راه رو و ختمش رو دارن دنبال میکنن به بهانه مظلومیت، با عنوان مظلومیت در حقیقت انتشار کینه و عداوت را ما میبینیم، انتشار انتقامجویی را ما میبینیم و شعارهای انتقامجویانه و شعارهای تکفیری و شعارهای فرقه گرایانه ای که در حقیقت داره سر داده میشه که در حقیقت نمیاد، نیومده برای اینکه سازندگی بکنه. این شعارها و این گفتمان ایزان بیننده گفتمانی نیست که سازندگی بیاره، این گفتمانی نیست که بسازه، این گفتمانی نیست که آباد بکنه، این گفتمانی نیست که انسجام و همدلی و یکدلی رو در واقع به وجود بیاره و اتحاد میان امت اسلامی رو به وجود بیاره و در واقع مردم، این گفتمانی هست که میخواد مردم را به جون هم بندازه.
میخواد امت رو به جون هم بندازه و آتش جنگ فرقه ای رو روز به روز شعله برتر بکنه و در آتش اون بدمه در حقیقت. و دین اومده زان بیننده همون گونه که فقها میگن در حقیقت، همون گونه که فقهای اسلامی میگن، ما در دین زان ضرورت‌های پنجگانه رو داریم که همه احکام دینی و هر اون چه که از امر و نهی برای ما اومده آقا اینو انجام بده، اینو انجام نده، این سنت، این بدعته، این حلال، این حرامه، همه اموری که الله متعال در آموزه های دین برای ما مشخص کرده، در کتاب الهی وجود داره، در آموزه های انبیا و رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره، برای حفظ ضرورت های پنجگانه ای که دین برای اون اومده، که فقها اذان بیننده اونو نام میبرن، که در رأس اونها حفظ دین هست. همه این احکام اومدن که دین ما دستخوش انحراف و تغییر و خرافات و باورهای باطل و امور بی اساس و امور من درآوردی نشه، که چه بسا در لوای دین و با لباس دین وارد عقیده ما بشن، وارد دین بشن و اونو آلوده بکنن. پس در رأس اونها حفظ دین هست، حفظ عقل، حفظ جان، حفظ مال و حفظ ارز و آبرو یا ناموس در حقیقت یا نسل بشری. اما تفکر افرادگرایانه و فرقه گرایانه که بر مبنای خرافات و روایت های ساختگی هست در حقیقت، میاد هر این پنج تا ضرورت رو مورد هدف قرار میده، به هر این پنج تا اذان بیننده ضربه میزنه، هم دین رو از بین میبره، چون که با وارد کردن خرافات در داخل دین، خرافاتی که اصلا ربطی به دین نداره، با روایت های ساختگی که در حقیقت، چرا اذان بیننده این همه ما در فکر غالیان یا آخوندها یا صفوی ها میبینیم که تکیه بر روایت هست، روایت هایی که اصل اساس ندارن، اما قرآن رها میشود، اما با قرآن مبارزه میشه، با اینکه یک شیعه عامی به قرآن برگرده، در قرآن تدبر بکنه، رابطه با قرآن داشته باشه، با این مبارزه میشه. چرا؟ چون که قرآن راه نشون میده. همون گونه استاد سجودی، خدا حفظشون کنه، برنامه‌ای دارم به نام برهان قاطع، که ایشون ثابت میکنن در هر صفحه به صفحه قرآن دلایلی وجود داره که عقاید خرافی آخوندی در حقیقت و عقاید روافض و صفوی ها رو رد میکنه، باورهایی که اصلا اصل و اساسی در کتاب الهی نداره. صفحه به صفحه قرآن دلیل هست بر علیه این عقاید، بر علیه این باورها. برای همینه که مردم باید از قرآن دور نگه داشته بشن، عوام شیعه باید از قرآن دور نگه داشته بشن، حتی آخوندها و مراجع شیعه متاسفانه تو روخونی قرآن هم گیر میکنن اصلا خیلی هاشون، حتی قرآن رو درسته میتونن بخونن، چه برسه که تدبر در قرآن باشه، چه برسه که در واقع فهم قرآن باشه. برای اینه که باید مردم باید از قرآن دور نگه داشته بشن، مشغول بشن به یک سری اساطیر و روایت های ساختگی و به وجود آوردن این گریه ها و نوح خانی ها و زنجیر زدن ها و حسینی ها که در حقیقت منبع ارتزاق است، منبعی برای روزی و برای ارتزاق زن بیننده. وگرنه اگر ما هممون به سرچشمه برگردیم، به قرآن کتاب الهی برگردیم، که دیگر دشمنی و عداوتی باقی نمیمونه. اگر شیعه و سنی و همه امت اسلامی محور را قرآن کریم قرار بدن و سنت صحیح نبوی قرار بدن، دیگه انسجام خواهد آمد، دیگه کینه و کدورت و این خرافات و دشمنی های وهمی و دشمنی های ساختگی که درست شده اصلا میان اهل بیت و میان صحابه و فرهنگ و گفتمان انتقام جویی و از دیگران انتقام گرفتن و حس کینه جویی و تکفیر و این مسائل دیگه وجود نخواهد داشت، امت را یک پارچه خواهد کرد،
و عزت را به این امت خواهد داد. اما برخی ها که منبع ارتزاقشون از این راه هست متاسفانه نمیذارند و دوست دارند که مردم در حقیقت در این خرافات باقی بمونند. آیه شاپور بفرمایید. آیه شاپور بفرمایید بیننده گرام. آیه شاپور بله برنامه رو نگاه می‌کردم. صدای من دارین؟ بله شاپور صداتون هست. بله می‌خواستم بگم که اولا تشکر می‌کنم اینکه یک کلیپی از آقای ملازاده پخش کردید و بسیار سخنان ایشون شیوا و آموزنده هست. ما همیشه ایشون رو دوست داشتیم و استفاده می‌کردیم. ای کاش فرصتی به ایشون بدید در برنامه‌های زنده حضور پیدا کنن و بتونن اون تجربه‌ای که در سال‌ها برنامه‌سازی داشتن در این مسائل، چون ایشون زبان برانی دارن و بسیار قوی هستن و مسلط و اولین کسی بودن که در ماهواره اومدن بحث‌های دینی مطرح کردن. این اولا خواهش بنده هست. حالا هرچند دشمنانی داره، احتمال میدم شما به خاطر همون نتونید ازشون استفاده کنید، چون در شبکه کلمه و دیگران اینا دنبال براندازی و بیچاره کردن ایشون بودن، بودجهشون رو قطع کردن، یا شبکه به صالح هم همینطور. امیدوارم شاپور پیشنهاد بنده. سوالی اگه دارید بفرمایید، اگه سوالی یا مطلبی دارید. نه من همین فقط دوست دارم بدونم چرا تا حالا بهشون وقت زنده ندادید در برنامه، یا میخوان نگید که خودشون نمیخوان، چون من میدونم خود آیه ملا دکتر ملازاده خودشون شبکه داره، شبکه توحید داره آیه شاپور و اونجا برنامه دارن. انشالله اگه شما واقعا به دنبال این هستید که برنامه های ایشون رو دنبال کنید، هدف دیگری ندارید و در واقع چون از صحبت‌های کلی که شما کردید و شرکای دیگه رو مورد هجوم قرار دادید، معلوم میشه که هدف دیگه‌ای داری در حقیقت. دنبال دکتر ملازاده نیستید یا اینکه از دکتر ملازاده چیزی بفهمید. اگر انشالله شما، حالا ما به فال نیک میگیریم، حالا اون جنبه حالا خوبش رو میگیریم، انشالله با خوشگمانی به این قضیه نگاه میکنیم. دکتر شبکه دارند، شبکه توحید، شما میتونید انشالله از شبکه توحید برنامه های ایشون رو دنبال کنید. آیه سوهیل. الو درود در شما، خسته نباشید. زنده باشید سوهیل، بفرم. من سوهیل هستم از قزوین، با شما صحبت میکنم. بله سوهیل. از من این است که موضوع برنامه تکیرم عزاداری، آیا عزاداری آخوند رفت لحلستاندن داره داره. کلا من یک مطلبی رو میخوام عرض کنم خدمتون، اون که به اصل عزاداری کار ندارم. داستان و بحث من اینه که اصلا این شیوه عزاداری بعضی جاها خودش اصلا وهن به اسلام شما ببینید که الان علو صدا میاد. بله صداتون هست آقای سوهیل، بفرمایید ادامه بدید. شما ببینید الان مثلا توی کشور ایران که من زندگی میکنم، حالا قزوین خصوصا که من از نزدیک در ارتباط هستم و میبینم، به اسم عزاداری، به اسم شعائر دینی چنان خون و خونبیزی راه میندازن، چنان خشونتی به راه میندازن که انسان اصلا میترسه وارد به این مجالس بشه. اینها تو محرم دیدم که مثلا آقای حالا میگن که فتوای آقای سید صادق شیرازی رو دارن که گفته که اینا اصلا عبادته. تعجب من از اینه که این آقای سید صادق شیرازی که خودش مرجع اینها داره، خودش رو سردمدار اینها داره، چرا فتوا به عبادت این خشونت طلبی ها میده؟ و سوال فقط مال یک مرجع نیست، نوری همدانی و بقیه، یعنی مراجع زیادی هستن متاسفانه که در مورد این چیزا سکوت میکنن و تشویق میکنن در حقیقت. فقط حالا مرتبط با ایشون نمیشه. اصلا از هر کدوم اینها بپرسید، از هر کدوم اینها بپرسید میگه به فتوای سیدنا، مثلا حالا با اون لحن خودشون، حضرت سید صادق میانه. حالا تو عراق بیشتر نمود داره. من اینجا که اصلا من میکنم نزدیکام و برادر خواهرام و که اصلا به این خدا نزدیک بشن یا به افکاریشون نزدیک بشن. من از شما میخوام بپرسم که دلیل این چیه؟ این آقا چرا این تعصب داره؟ چرا اصلا بیشتر میشه صحبت کنی که چرا این طرفدار داره؟ چون فقط آقای شیرازی نیست این، در متاسفانه اینها پای منابر داره به این چیزها فراخونده میشه، برای این چیزها روایت سازی شده. آیه سوهیل داره روایت بیان میشه از امام معصوم، برای اینکه به سر و سینه بزنید، برای اینکه عزاداری بکنید، برای اینکه
قمه بزنید، برای اینکه زنجیر بزنید، همه اینها اومده و وجهه شرعی بهش داده شده. و در حقیقت این مراجع زیادی هستند و آخوندها در حقیقت مردم را به سوی اینها فرا میخونند. این عام هست، یعنی بله. و در حقیقت اونهایی که آیه ساحل هم میگن این کارا رو انجام ندید، میگن چون ظاهر زشتی برای شیعه داره. نمیگن که آقا این شرعیت نداره یا این عبادت نیست یا این دین نیست، بلکه برعکس متاسفانه اینو دین اهل بیت و مکتب اهل بیت معرفی میکنه. اما میگن نه، چون ظاهر زیبایی برای شیعه نداره این کارها رو انجام ندید، چون شیعه رو در انظار جهانی بد جلوه میده، چهرش رو بد جلوه میده. اما اینکه اینو عقیده میدونن متاسفانه و به اهل بیت به بهتان و به جفا نسبت میدن، در اون شکی نیست و پای منابر و تو کتابها و روایتهایی که میارن در حقیقت تبلیغ اینها رو میکنن و مردم رو در واقع به سوی اونها فرا میخونن. اگه مطلب دیگه ندارید آیه سهیل، تا بیننده بعدا بگیرید. مطلب آخر هم خدمت شما عرض کنم و از شما خداحافظی کنم. ببینید، این که من اسم ایشون رو آوردم و اصلا اسم آوردم به خاطر اینه که ایشون مثلا فعالیت رسانه عجیبی داره. شبکه امام حسین مثلا من میبینم که مخاطب زیادی داره و درگیر کرده متاسفانه مسلمین رو. هر روز اینها به اینها الغا میکنه و از دولت خودش میبینم که این عبادته. و اصلا خشونت در اسلام به نظر من یکی از مناشئ اصلیش ایشونه و من احساس میکنم که این باعث میشه که این آخوندی که شما اسمش رو برید آیه سهیل، در قم سکونت داره. خب اگر مخالف با حالا اون چیزی بود که عامه آخوندهایی که تو کشور هستن یا حالا با نظام یا چیزهای دیگه که شما میگید مخالف بود، جلوشو میگرفتن. این انتقام جویی که شما میگید، این خشونتی که شما میگید، متاسفانه پای منابر همه آخوندها اینو تبلیغ میکنن. متاسفانه در صدا و سیمای رسمی ما تبلیغ این چیزها میشه که مهدی میاد در آخر الزمان و قضیه رجعتی که شما بهش اعتقاد دارید و میاد که انتقام خون حسین رو بگیره و ما باید انتقام خون حسین رو بگیریم و یا لثارات الحسین کل ارض کربلا کل یوم عاشورا. این شعارها از صدا و سیمای اصلی داره پخش میشه، فیلم ها درست میشه، هزینه های گزاف میشه از صدا و سیمای ملی، از جیب ملت ایران، از هزینه ملی که در واقع متعلق به ملته. و این افکار تکفیری و خشونتی، تکفیر صحابه، القا کردن فکر انتقام جویی، فکر عداوت و کینه جویی در واقع به مردم، و اونهایی که دارن اهل سنت رو تو عراق بر اساس این افکار میکشند و این همه جنایت دارن انجام میدن، اونهایی که تو سوریه دارن این همه جنایت انجام میدن، اونهایی که این همه عالم اهل سنت رو در کشور ما ترور کردن که زمینش این فکر تکفیری و انتقام جویانه هست، و چقدر از دعوتگران اهل سنت رو که زندانی کردن، شکنجه دادن، اونها رو اعدامشون کردن فقط به گناه این که از صحابه دفاع می کردن، فقط به گناه این که جرمشون این بود که از اعتقادات صحیح اهل بیت دفاع می کردن، از امهات المؤمنین دفاع می کردن. این گفتمان خشونت نیست، این اصلا خود خشونت نیست، این خود تکفیر نیست، این خود انتقام جویی نیست. بس در یک نفر و دو نفر خلاصه نمیشه. آیه سهیل، آیه محمد بفرمایید. الو. بله آیه محمد بفرمایید. آقا خسته نباشید. من میخواستم در مورد موضوع برقه با شما صحبت کنم که در واقع ببینید حالا آیا از دارم نداریم. نه، هر حال ما الان مولوی ها و اساتیدی داریم در بندر ترکمن، رستان، گلستان، آقای میرزایی و دیگران که نگیره. در محمد سوالتون و مطلبتون رو به صورت عام مطرح بفرمایید. بله، همین منظور این که علمای ما دعوت کنم به مجالس عزاداری اینا میرن به عنوان سخنان صحبت کنم. حالا در راستای اونا علمای ما نیستن آقای محمد. شما اگر نگاه کنید، اگر اونها هیچ
کسی از اهل سنت اونها رو به رسمیت نشناخته و نمیشناسه. و کسی که در واقع اگر شما هم به همچین چیزی، من حالا شما رو متهم نمی کنم، اما اونها علمای اهل سنت نیستن، نماینده اهل سنت نیستن. و کسی که در واقع به اسم اهل سنت مردم رو تشویق بکنه برای تو مراسم عزاداری و اینا، اصلا ما اونو اهل سنت نمیدونیم. و در واقع علمای مطرحی که در کشور ما هستن، مولانا عبدالحمید هست، علمای بسیاری هستن، شیخ عبدالوهاب ضیایی هست، شیخ پردل هست، خیلی از علمای دیگه که ما داریم در کشور الان و مولوی گرگیج هست و بزرگواران دیگه، کدوم یکی از این علمای مطرح و سرشناس کشور که در واقع به عنوان کسانی که شناخته شده هستن در میان اهل سنت، مردم را به این بدعت‌ها و این عزاداری‌ها دعوت میدم؟ عزاداری اصلا جزء فرهنگ ما نیست و آموزه‌های ما نیست و جزء کتاب ما، اصلا تو کتاب ما ریشه نداره و در سنت‌های سنت پیامبر در واقع همچین چیزی ریشه و اساسی نداره. بیننده بعد آخرین تماس باشه، شون دیگه وقتی نمونده برامون. آیه خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. زنده باشید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. واسه خدمت شما عرض کنم که این بعد علماء سنت مثل مولانا صداتون قطع وصل میشه. آقای محمد جوری بیستید لطفاً که صداتون رو خوب بتونیم بشنویم، چون صداتون داره قطع وصل میشه. الو، الان صدا میاد؟ اگه یه بار دیگه لطف کنید از اول مطلبتون رو بفرمایید. میگم که بفرم. این بحث زیارت که شما میفرمایید، بعضی از علمای اهل سنت مثل مولانا توکلی اعتقاد به زیارت دارن. حالا ایشون اگر متوجه نیستن، اگر سوادشو ندارن، دمونو از مولانا و فلان اگر... شیخ و فلان کتاب. های محمد ما نمیگیریم. اهل سنت و جماعت عقیدهشون مشخص و واضح هست و علمای اهل سنت که هستن در کشور، آقای محمد، علمای اهل سنت مشخصن، اونهایی که اهل سنت میشناسنشون مشخصن. اونها هیچگاه مردم را ب... من میدونم شما سنی نیستید آقای محمد، شما سنی نیستید، شما تماس میگیرید برای اینکه حالا بگید که بله یک عالم اهل سنتی همینجوری اسم ببرید و اینکه بله اون هم زیارت رو تایید کرده، آقا در فلان کتاب اومده که فلان عالم اهل سنت، طرف میاد زنگ میزنه میگه مالکی هست، این آقا مالکی هست و اومده گفته که بله به زیارت قبر برید، حاجت هم بطلبید، مشکلی نداره. آقا اگر یک نفر به هر اسمی، هر عنوانی، هر اصلا کیش و آینی داشته باشه بیاد و ما را به یک انحراف فرا بخونه، ما که دینمون از قرآن و سنت صحیح میگیریم و علمای مطرح اهل سنت که هستن در کشور ما هم وجود دارن، هیچ یکیشون همچین ادعایی نکردن و به همچین عقیده ای فرا نخوندن. آقای محمد چون دیگه وقت تمومه مجبوریم با شما خداحافظی کنیم. اما ایزان بیننده، ما روایت هایی را داریم که خود در حقیقت ائمه اهل بیت از زبان اونها و روایت هایی که در خود منابع و مصادری که آخوندها در حقیقت حالا هی میگن روایت های اهل بیت و هی میگن اینها سخنان اهل بیت، این منابع رو تبلیغشون میکنن، در حقیقت این روایت هایی که برخلاف اون چیزی که الان عوام شیعه رو به اون فرا میخونن و جامعه رو به اون فرا میخونن، اهل بیت در حقیقت دقیقاً برعکس اونو به ما میگن. و این روایتی که در من لا یحضر الفقیه و بهار الانوار وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود النیاحت من عمل الجاهلیه، نوح خانی از اعمال جاهلیت است. این روایت در من لا یحضر الفقیه و در بهار الانوار وجود داره. روایت دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه رضی الله تعالی عنها میفرماید که اذا انا مت فلا تخمشی علی وجها، اگه من از دنیا رفتم چهرتو در واقع چنگ نزنی به چهرت، ولا ترخی علی شعرا، موی سرتو نکشی، ولا تنادی بالویل ولا تقیمن علی نائحا، فریاد داد و فریاد راه ننداز، نوح خانی نکن،
این روایت در وسائل شیعه وجود داره، در مستدرک الوسائل و در کافی کلینی در حقیقت اومده. خلاف اون چیزهایی را داره به ما رو فرا میخونه که در حقیقت الان آخوندها و صفوی ها دارن جامعه رو به اون فرا میخونن. روایت دیگه از حضرت باقر در حقیقت اینو کافی آورده، کلینی در کافی و در وسائل شیعه هست، در بهار الانوار هم هست که فرمودن اشد الجزع صراخ بالویل والعویل، شدیدترین نوع بیتابی فریاد زدن و بر سر و صورت زدن و لطم الوجه و صدر و بر صورت زدن و جز الشعر من النواسی، و در حقیقت کشیدن موی سره. و من اقام النواحت فقط ترک الصبر، هر که نوحه خوانی کنه اصلا صبر رو رها کرده. این خلاف صبره که ما برای یکی از دنیا رفته بیایم نوحه بخونیم که خدایا برش بگردون، چرا حسین از دنیا رفت، نوحه بخونیم که حسین دوباره زنده بشه، آیا عقلانی هست اصلا؟ و اخذ فی غیر طریقه، اتاق فرمان به من اشاره میکنن که وقت تموم، یه روایت دیگه در مستدرک الوسائل هست، لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب، کسی که در هنگام مصیبت بر صورت خودش رو بزنه و گریبان را پاره کنه از ما مسلمانان نیست. پس این روایت ها چرا عملی نمیشه؟ چرا بر بالای منابر به عوام شیعه در واقع و به جامعه این روایت ها گفته نمیشه که در خود همون منابع یک شیعه که آخوندها به عنوان منابع روایی اونها را میشناسن؟ اگر نیت ها و مقاصد دیگه پشت این نیست، اگر استرزاق و کاسبی و دکانداری در حقیقت نیست و خرافات وسیله‌ای برای استثمار مردم، برای سواری گرفتن از مردم و برای کسب و کار دکانداری، دیگه چیه پشت این؟ پس چرا این روایت ها به مردم گفته نمیشه یا از این روایت ها چشم پوشی میشه؟ قضاوت با خود شما ایزان بیننده هست و شما را تا برنامه بعد و الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدار همتون. Mm-hmm.